محسلین عزیز، السلام علیکم. لکچر 33 اوم است. در لکچر 33 اوم محاسبه انتیگرال های سیگانه را در سیستم کمیات وضعیه کروی بر شما معرفی میکنم. محاسبه انتیگرال سیگانه در سیستم کمیات وضعیه کروی اینی رو براتان میخوایم معرفی کنم. ما قبلا گفته بودم که در سیستم کمیات وضعیه کروی مختصات یک نقطه به این شکل است: پی رو و تی تا و فی، و ای را تشریح کرده بودم یک بار دیگر محور وای، محور زید و محور اکس. فرض میکنم که نقطه پی اینجا موقعیت داشته باشه، پی، و ای را که به این وصل بکنیم اینجا نقطه پی باشه، پی باشه. ای را که وصل کنیم اینی عبارت از چی است؟ رو است، و اینجا پی رو تی تا و فی باشه. اینی زاویه عبارت از زاویه تی تاست. به همین شکل اینجا اینی زاویه، اینی شعاع اگر کیو باشه، اینی زاویه عبارت از چی است؟ عبارت از فی است. پس مختصات یک نقطه در کمیات وضعیه کروی از تقاطع مستوی های او پی و او کیو، تی تا، مستوی تی تا و مستوی فی به وجود می آید، و این رو شعای می کره را نشان می ده که تی تای ما بین کوچک و مساوی از پای بزرگ و مساوی از صفر است، و فی ما کوچک و مساوی از دو پای بزرگ و مساوی از صفر است، و روی ما کوچک و مساوی است یک تابع از جنس تی تا و فی، بزرگ از یک تابع دیگری از جنس تی تا و فی. این به این شکل رو هم این قیمت ها را داره، و همچنان تبدیلش به سیستم کمیات وضعیه قائم توسط این فرمول ها صورت میگیرد: اکس مساوی با رو ساین تیتا، در لکچر قبلی هم یادآور شدم، ضرب در کوساین الفا، ببخشید، کوساین، ضرب در کوساین فی، و وای مساوی رو ساین تیتا ضرب در ساین فی، و زید مساوی و رو ضرب کوساین تیتا. توسط این فرمول ها صورت میگیره، و همچنان برعکسش که رو مربع مساوی به اکس مربع جمع وای مربع جمع زید مربع، و بالاخره تانجانت فی ما وای بر اکس است، و به همین شکل کوساین تیتای ما زاید بر جذر اکس مربع جمع وای مربع جمع زاید مربع است. این در حقیقت تبدیلش نشان میده سیستم کمیات وضعیه قائم به سیستم کمیات وضعیه کروی، رابطه شمی است. حالا با در نظر داشت این گپا ما میتونیم انتیگرال سیگانه را بس از کمیات وضعی قایم به سیستم کمیات وضعی کروی به این شکل تبدیل کنیم: انتیگرال در سایه دی اکس وای زید دی اکس دی وای، در حقیقت در سیستم کمیات وضعی قایم است، تبدیلش میکنیم به کروی. در کروی میشه اف از جنس رو تیتا فی ضرب یاکوبیان دی رو دی تیتا
دیه فی اینو به این شکل. یاکوبیان باید محاسبه کنیم که آیس اینو میفهمیم از درس گذاشته دیه اکس وای زید مشتقش بر دفرانسیل رو تی تا فی. این فرمول همه درس گذاشته به خاطر داریم دی اکس بر دی رو دی اکس بر دی تی تا دی اکس بر دی فی دی وای بر دی رو دی تی تا دی وای بر دی فی دی زید بر دی رو دی زید بر دی تی تا دی زید بر دی فی بیشک مساوی خرد نشته می کنم. مشتق اکس نظر بر رو یک میشه یک ساین تیتا کوساین فی مشتق اکس نظر به تیتا رو کوساین تیتا ساین فی کوساین فی مشتق اکس نظر به فی منفی ساین فی مشتق کوساین منفی ساین منفی رو ساین تیتا ساین فی اینو میشکن مشتق وای نظر به رو ساین تیتا ساین فی وای نظر به تیتا مشتق دی کوساین رو کوساین تیتا ساین فی مشتق وای نظر به فی کوساین فی رو ساین تیتا کوساین فی مشتق زید نظر به رو کوساین تیتا مشتق زید نظر به فی منفی رو ساین تیتا مشتق زید نظر به فی کیجا وجود نداره ی عدد ثابت میشه مشتق زید نظر به فی صفر میشه صفر این حالت با خود میگیره و ایره ما میخوایم که محاسبه کنم که مساوی با چند میشه خب اگر ایره محاسبه کنم این دیترمینان تا شما میفهمین مثلثی اگر محاسبهش کنم که اینو تو ضربش کنم مساوی میشه ما آی مساوی میشه صفر ای تو صفر میشه تو که ضرب کنم بازو اینی و اینی را ضرب کنم امرای از اینی یعنی این رقم ضربش کنم این را که با این ضرب کنم رو ضرب رو مربع کوساین مربع تیتا ساین تیتا و کوساین مربی فی بعد از او ای را ضرب میکنم به این دو دانه و اینی و اینی ضرب میکنم اینی را به این شکل منفی ضرب مثبت رو ضرب رو مربع ساین تیتا ساین تیتا ساین تیتا ساین به توان سه تیتا و ساین فی ساین فی ساین فی یعنی ساین مربع فی به این شکل است بالاخره منفی قوس باز میکنم برعکس ضرب میکنم به این شکل اتو ضرب بکنم
تو ضرب میکنم، وقتی که تو ضرب کنم ببینید منفی یک منفی است رو مربع ساین تیتا و ساین تیتا کوساین کوساین، ساین تیتا کوساین مربع تیتا و ساین فی ساین فی ساین مربع فی. خلاص شد. بعد از این ضرب میکنم به این شکل که این طرف میام اینی و اینی را ضرب میکنم، با این ضرب میکنم صفر میشه. و بعد از این را ضرب میکنم اینی را به همراه چی؟ به همراه این رقمی ضرب میکنم اینی و اینی، اینی را همراه دو تا ضرب میکنم. یعنی وقتی که ای تو بیایم ای تو موازاتش ضرب کردم، بعد از این موازات را به همراه ضرب میکنم، این میشه منفی رو مربع. خب صفر خب به مناست منفی رو مربع، رو مربع منفی رو مربع ساین تیتا ساین تیتا ساین تیتا ساین به توان سه تیتا. خب این را ضرب کردم ساین به توان سه تیتا کوساین مربع فی. ساده می سازم مساوی میشه با رو مربع کوساین مربع تیتا ساین تیتا کوساین مربع فی رو مربع ساین به توان سه تیتا ساین مربع فی مثبت رو مربع ساین تیتا کوساین مربع تیتا ساین مربع فی مثبت رو مربع ساین به توان سه تا کوساین مربع فی. اینی رو بتواخد بگیرم و اینی رو مشترک میگیرم، اینی رو در اینجا مشترک میگیرم، کوساین مربع جمع کوساین مربع کوساین مربع تیتا رو مربع ساین مربع، این دو تا رو مشترک میگیرم. دقتش کنید، ساین ساین کوساین مربع، یعنی رو مربع تیتا ساین تیتا مشترک کوساین مربع تیتا کوساین مربع فی جمع ساین مربع فی. اونجا جمع دینی ای خلاص شد. دینی ها ببینید رو مربع ساین با توان سه را تیتا را مشترک میگیرم، ساین با توان سه تیتا رو مربع ساین با توان سه تیتا چی میشه؟ ساین مربع فی کوساین مربع فی، یعنی تو میشه ای چند میشه؟ ای مساوی میشه با یک. یوم یک شد، یوم مساوی با یک شد، پس مساوی شد. ببین مساوی شد ده ای دو حد، یکی یک شد ده ای دو حد رو مربع، رو مربع ساین تیتا را مشترک میگیرم، رو مربع ساین تیتا کوساین مربع تیتا اینجا میشه، رو مربع ساین مربع تیتا جمع ساین مربع تیتا اینجا میشه. بنان اینی هم مساوی با چند میشه؟ یک میشه. نتیجه میشه رو مربع ساین تیتا. خیلی نتیجه میشه که یاکوبیان ما رو مربع ساین تیتاست. یاکوبیان یافتم. آل انتیگرال میتونم نوشته کنم که انتیگرال ما از تیتا مساوی صفر تا تیتا مساوی پای، قبلا حدودش نوشته کرده بودم، همچنان میتونم بگویم که فی ما از الفا تا و فی ما تا بیتا انتیگراله. همچنان روی ما اگر باید داشته باشین از اف یک تیتا و فی
تا رو مساوی با اف دوی تیتا و فی تا اینجا و همچنان تابع ما بود که اف رو تیتا و فی ضرب یاکوبیان که رو مربع ساین تیتا دی رو دی فی و دی تیتا. اینی در حقیقت ما تانستیم که انتیگرال چه کنیم؟ تبدیلش کنیم. اینه تبدیلش کنیم. در کمیات وضعیه کروی در حقیقت انتیگرال های سگانه به این شکل قابل محاسبه است. با در صورتی که اف تیتا، اف رو تیتا و فی یک باشه، باز این محاسبه برای ما حجم جسم ارائه میکنه. اگر ما یک سوال مطرح کنم، میتونیم که بگویم مثال که حجم یک کره را چگونه توسط دی پیدا میکنیم. حجم کره را با شعاع آر پیدا میکنیم. شما به خاطر داشته باشین که در اینجا کل چیز معلوم است. تیتا ما کوچک است، پای بزرگ و مساوی از صفر. فی ما کوچک و مساوی از دو پای، بزرگ و مساوی از صفر. روی ما کوچک و مساوی از آر ولی بزرگ و مساوی از صفر. کاملا دیده میشه. دیگه تابع ما اف رو تیتا و فی مساوی با یک. چرا حجم وقتی پیدا کنیم مساوی یک باشه؟ بنان اینمی انتیگرال، این با در نظر داشت اینمی گپا، این انتیگرال از تیتا مساوی صفر تا تیتا مساوی پای، همچنان فی صفر تا دو پای، همچنان رو از صفر تا و آر، ایام یک قیمتش یک میگذارم. رو مربع که ساین زاویه تیتا و دی رو، ای رو است، ای فی است، اینی رو است، رو مساوی با صفر، دی رو دی فی دی تیتا. اینی رو محاسبه میکنم حجم کره است. چه قسم محاسبه میکنم؟ بسیار بسادگی، اول اینی رو محاسبه میکنم، دی رو 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 با تاون سه بر سه میشه، ساین فی ثابت است. منظور ما ایست که وی حجم مساوی میشه انتیگرال تیتا مساوی صفر تیتا مساوی پای انتیگرال فی مساوی به صفر فی مساوی دو پای. و اینه که محاسبه کنم آر رو به تاوان سه بر سه ضرب ساین تیتا از رو مساوی صفر تا به رو مساوی به چند رو مساوی به آر دی فی دی تیتا. این انتیگرال دی رو را گرفتم. قیمتایش که در اینجا بانم آر و تان سه و سه میشه. خیراسن میگذارم نوشته میکنم که آر و تان سه و سه آر و تان سه و سه. این نظر به فی محاسبه میکنم. نظر به فی، نظر ای هم ثابت است، ای هم ثابت است. دی فی انتیگرالش فی میشه. دو پای میگذارم قیمت مساوی میشه دو پای بر سعی کنین دو پای بر سه آر مکعب انتیگرال تیتا مساوی صفر تیتا مساوی با پای دی ببخشید
ساین تیتا دیه تیتا میشه. او رو مساوی کنم و این مساوی است، این نمیشتم این کنم مساوی است دو پای آرم و کعب بر سه ساین تیتا. ساین تیتا ما چند است؟ انتیگرال ساین منفی کوساین میشه، یعنی منفی کوساین تیتا از صفر تا پای مساوی دو پای بر سه آر مکعب ضرب منفی مشترک کوساین پای منفی کوساین صفر. این کوساین پای ما منفی یک است، کوساین صفر ما یک است، منفی یک میشه، منفی یک و منفی یک منفی دو، کل از این مساوی میشه به دو، دو ضرب دو مساوی میشه چهار پای بر سه آر مکعب حجم کره پیدا میشه. شاگردای بسیار عزیز لطفا لکچر 34 را تعقیب کنید.